سخت کال څه باندې 28 میلیون افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ دی او شاوخوا 28.3 میلیونه خلک بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دا سازمان د افغان ماشومانو په تړاو اندېښنه ښیي او وایي د مخ پر ځوړ اقتصادي وضعیت له امله د خوارځواکو ماشومانو شمیر لوړ شوی دی. رښتیا هم په افغانستان کې بشري ناورین خپل وروستي حد ته رسېدلی؟ نړیوالو ترکمه برید افغانستان ته شا کړي. سلام ستړي مشو زه خیر لایدم پر همدې موضوع د بحث او تحلیل په هدف سره د سیاسي چارو کارپو ښاغلی نجیب الرحمن شمال سره دی. ښاغلی شمال صاحب ستړي مشي ډېره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله په پروګرام کې راسره ګډونوال شوي. که پیل له دې پوښتنې وکړو ستاسو په اند باندې په افغانستان کې بشري ناورین په کومه کچه ده؟ علیکم سلام. ببین فاجعه انسانی که امروز متاسفانه در افغانستان تقریبا تکمیل گرفته، این ناجی میشه از امی تغییرات سیاسی که در افغانستان با پیوند خب ما فاجعه انسانی تقریبا در همه دوره های تاریخی ما در افغانستان وجود داشته، مثلا توابش و ارقامک وجود داشته، اما متاسفانه ارقام دروغ که امروز از طریق سازمان های جهانی سازمان های سی جهان حدود 28 میلیون انسان زیر سطح فقر زندگی میکنن و با کمک های عاجل نیازمند هستند، این کم است که واقعا امروز بتوانم در خدمات کشورهای منطقه یا همسایه برخی جهان کشوری که واقعا از نگاه موجودیت دارایی های اصطلاحات های زیرزمینی و یکی از حساب قویتنی کشورها هست، یکی از کشورهای بسیار با ارزش به دنیا هست، اما متاسفانه با راه اندازی سیاست های نادرست در افغانستان از طرف کشورهای مختلف متاسفانه این کشور را به کشور بسیار غریب نادار و فقیر تبدیل کرده که امیدوار هستیم راهکارهای درست به خاطر مبارزه علیه دی جمهوریت اسلامی افغانستان داشته باشن تا ښاغلی شمال صاحب پر سیاسي پایلو به بیا کتنه ولرو، که پر همدې مسئله یو څه بحث ولرو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې 28.3 میلیونه خلک له بشري ننګونو سره مخ دي. دوی وایي چې همدومره اندازه خلک چې دي د خوراک لپاره کافي څه نه لري. تاسو څه ډول انګیرئ؟ آیا د دوی دا شمیرې به څومره دقیق وي؟ او آیا داسې انګیرنې نشته دي چې دوی غواړي د زبرځواکو هیوادونو په د پالیسیو له طریقه په افغانستان کې پر واکمن حکومت باندې فشار وارد کړي دي لورینه، او کنه دا یو واقعیت ده؟ خب اینجا سوال شما میشه به اون دو بخش نوابط، یکی که ارقام کرامش از جانب این کشورها یا سازمانها خود سوال برانگیز میشه به خاطر از اینکه ما تعداد نفوس معین خود ثابت در افغانستان متاسفانه از پارلمان زیاد ما نداریم. کسی ادعا داره که افغانستان 40 میلیون نفوذ داره، کسی ادعا داره 38 میلیون، کسی 35، کسی 30 میلیون. هر دفعه اما این رقمی که راه میشه که جمله فکر بکنید تخمینی، اگر فکر بکنید 35 36 میلیون انسان در کشور است که نو از جمله 28.3 میلیون با فقر و تنگدستی مواجه است، این یک رقم تکان دهنده است. ببینید قبل از بقدر رسید دوباره طالبان در افغانستان ارقام کرامه میشد 20 یا 22 میلیون، اما با تغییری که در افغانستان با وجود آمد با شما هم اشتایید هستیم که 1% از کمک های بسیار بزرگ جنوبی پروژه های آمان مکرام دای اقتصادی بسیار بزرگ بسیار در زمان جمهوری از این کار گرفته شده بود، متاسفانه اینا به ناکایی مواجه شد یا کارهایشان استاب شد. اینجاست که یک گروه بسیار وسیع از مردم ما که مشغول کار در این مؤسسات دیوشا در پروژه ها بودن بیکار شدن و این بیکاری از اینا سببی شد که اینا معاش خود مقاید معاماره که دارد خاطر روزی حال خود به دست بدن، حتی که اینا دست میتن طبعا به فقر و ناداری میرن و واقعا به تصاویر و نقصهایی که ویدیوهایی که از داخل افغانستان مرورد دنیا نشر میشه که مردم به نانوایی ها سخت هستن و واقعا نگاهت بد زندگی میکنن، حتی برای گرمای امسال خود برای خانوادههای خود که حداقل برای امسال باوت صف لازم نداشتن. این ارقام است که از یک طرف واقعیت همین جامعه ماست، متاسفانه این مدیریت سالم شده نتونست از نگاه اقتصادی
از طرف دیگه هم از بخش سیاسی یک فشار بوده به طرف بالای حکومت طالبان، اینا باید متوجه این کار باشند. اگر میتونند این کار را انجام بدن یا راهکاردهای داشته باشند که علیه مبارزه بکنند، خوب در غیر از او افترا متاسفانه که دامن خواهد تا ای که طالبان مجبور بسازند که بعد از خواستای جامعه جهانی و خصوصا در بخش اقتصادی و کمک معاونت مردم افغانستان اینا باشند مکاری بکنند و این خواستای یک مطرح تفکین بکنند. ښاغلی شمال صاحب، ظاهرا هغه څه چې په کور دننه یا د واکمن حکومت له لورې تعبیرېږي هغه داسې دي چې نړیوال په افغانستان کې له نظامي اړخ نه پاتې راغلل، دوی په نظامي اړخ کې له یو شکست سره مخ شول، او همدا شکست دې باعث شوی دی چې نړیوال په بشري مرستو کې یا په بشري لاسنیوي کې هم افغانستان ته شا کړي. تاسو څه ډول انګېرئ؟ رښتیا هم نړیوال افغانستان ته شا کړي؟ ببینید، همکاری جامعه جهانی با کشورها، هر کشوری که باشه، هر دوله در دنیا باشه، شکل میگیره از تامین روابط حکومت یا دولت با سایر جامعه. خب ما از یک طرف میگه که ما یک کشور آزاد هستیم، کشور مستقل هستیم، کشور هستیم که به افتخارات بزرگ سیاسی دینی و زفت بستان هم دست آورده که داشتیم افتخار میکنیم، یک طرف هست. بله، جامعه افغانستان کشور است که حضور هیچ گونه نیروی خارجی را در داخل خود کشور خود قبول نکرده، نمیکنه و در اندام نخواهد. ما شما دیده که ابرقدرت های مختلف دنیا از شرق و غرب داخل افغانستان آمدن، از زمان انگلیس ها شده تا به زمان به تهاجم روس ها در افغانستان، حدود امریکایی ها و چند دو کشور دیگر پیمان موجود در داخل افغانستان. این موضوعی بود که جهان تغییر داد. افغانستان فکر میکردن که افغانستان ما با یک کشور بسیار آزاد و مستقل و خصوصا نظر اقتصادی به یک کشور خودکفا تبدیل کرد، اما اینجا فقط این کشورها همیشه متاسفانه که فقط بر منافع شخصی و اقتصادی و سیاسی خود فکر کرد تا زمان کدوم اهدافشان برآورده میشه. وقتی که اینا اهدافشان برآورده شد، یا فشار جامعه جهانی آمد یا بسا مردمشان آمد از این کشورها، و اینا تصمیم میگیرن که هر آلت که افغانستان باشه او رو ارها میکنن ببرن. وقتی که اینا رها میکنن، طبعا پروژه هایی که تمام از اینا قرار داد شده باشه در بودیر از دوری که داشته باشه، این پروژه ها کلی سستاپ میشه. وقتی که توقف کرد این پروژه ها، مردم بیکار میشه. همیست که تقش ما میبینه که یک سیاست دوگانه را جهان امروز در مقابل افغانستان بازی میده. از یک طرف میگن ما مقدسه که کمک میکنیم به مردم افغانستان، و از یک طرف دیگه اگر میگن حکومتی که با وجود آمده، با وجود که اینا خودشان این حکومت را بدست آمده وجود این چیزی نبود که از طریق رای مردم آمده باشه، یا از طریق کامت کلاب آمده باشه، یا از طریق کامت رای بود آمده باشه. فقط یک معامله بود و اساس یک توافق نامه، یک دولت تعویض شد، دولت دیگه جای شد. اما اینا خودشان هم تعجب میکنن به اینکه اگر ما این دولت را به رسمیت بشناسیم، این جواب دیگه وجود داره که باعث از این میشه که این حکومت اینا به رسمیت نشناسن. اگر به رسمیت بشناسن، چگونه میتونن در مقابل جامعه جهانی با مردم کشور خود اینا پاسخگو باشن؟ و فشاری که سر خود کشورهای دنیا آمد از نظر اقتصادی، ببینه که تورم اقتصادی در تمام دنیا حاکم شده متاسفانه، و تشدید جنگ های داخلی، جنگ های نیابتی، جنگ های مستقیم، مثلا اوکراین، شما ببینید با روسیه یک جنگ بسیار نظامی شد، یک طرف داریم از نگاه اقتصادی یک پشتیبانی بسیار مالی قوی میآید. امروز دنیا به جای از اینکه به خاطر قطع جنگ کوشش بکنند و راهکارهایی را پیش بینی بکنند که صلح در سرزمین که بخش از اروپا را تشکیل میده تبدیل کنند، متاسفانه به خاطر همو خواستهای خود و اون بهانههای که پیش خودشان است، میلیاردها و تریلیونها دلار دیگر به خاطر تفریح جنگ مصرف میکنند. این مسائل است که تمام به جای از اینکه ما به خاطر صلح، به خاطر امنیت، به خاطر رفاه همگانی در کشورها کار بکنیم، پول و دارایی که در کشورهای بزرگ موجود است این میره به کمک بخش نظامی، و در اینجاست که جهان متوجه میشه که ما با یک طرف روز متاسفانه تمام دنیا توجه به این دارن که چگونه میتونن در مقابل حمله صادر اوکراین دفاع بکنن به خاطر نسبت پایدش هست، و این احساسات که کشور افغانستان حساب باور بکنید در ظرف این تقریبا 20 ماه اخیر فراموش کردن، اما آیستا آیستا متوجه میشن که نه، مسئله سیاست را مسئله حکومت را جایش بگذارن. اینا تعهد کاغله شمال صاحب، تاسو انګری چې نړیوال یا هم په افغانستان کې واکمن حکومت ترمنځ
د تعامل سطح ډېره لرې ده. اما ولې داسې کېږي که چېرته شمال صاحب تحلیل ولرو، داسې انګرل کېږي چې په افغانستان کې بالاخره په آسیا میانه کې لوبې د همدغه ابر قدرتو په لاس کې وي، که په افغانستان کې هم سیاسي تغییر راغلی دی، بدلون راغلی دی، د لوبې یو غټ لوری دوی ول، دوی داسې انګرل کېږي چې دوی هم داسې وضعیت غوښتل. اوس چې کله په هېواد کې سیاسي بدلون رامنځته شوی دی، د تعامل له لارې ولې کمرنګې شولې؟ ولې نړیوال چې لوبې هم څاري، لوبې هم کنټرولوي، تعامل نه کوي؟ له شته واکمن حکومت سره یې ولاړه ولې نه وړي مخکې؟ ببینید اینجا باز هم اهداف استراتژیک ابرقدرت دنیا مد ما از نگاه قطع ساحلیشی داخل افغانستان اگر تو را پیشت مدت بگیریم در بدترین موقعیت صاحب زمین قرار گرفتن بودی که شاید مناظر بسیار مقبول طبیعت بسیار سرشار از مواد معدنی داریم، متاسفانه این موقعیت جیوپولیتیک ما باعث شده که افغانستان به حساب زیر پای قدرت های دنیا شد. ببین امروز در دنیا برای قدرت اقتصادی که آمریکا داره، ما کشور ما در همسایگی خود بزرگترین قدرت قوی دیگه کشور سیال مستایی دیگه ما کشور چین است. اینا رقابت های اقتصادی در منطقه دار و هر کدام این کشورها تلاش دارن که خود را به کشورهای آسیای میانه منابع سرشار طبیعی و غیره دارن، همچنان از نگاه سیاسی میخواهند اینا را ناامن سازن و نفوذ خود را داشته باشند. هر کس تلاش میکنه و اینی تلاش از اینا فقط از اتورگاه از افغانستان هست و همون خاطر است که اینا اگر حکومت افغانستان من هم بخواهد کنید حکومت مثلا امارت اسلامی امروز هر دولتی که در افغانستان بوده و در سابقه گذشته هم و همچنین در آینده هم در وجود میاید اینا زیر یک فشار اقتصادی قرار دارن، اما این متعلق به این میشه که کارمندان یا سیاستمداران افغانستان سیاست تعادل تعادل در سیاست اقتصادی خود بین این قدرت‌ها چی گونه حفظ میکنند تا از نامه انسان بهره بود. اگر امروز حکومت افغانستان خود را نزدیک کنه تراچه مناسبات که روسیه دارن که میخواهیم مثلا نفت و مواد غذایی به افغانستان بیشتر صادر بکنن، اینجا اکسسر منافعی که کشورهای دیگه دولت چین و امریکا دارن به خطر میتونه. اگر این حکومت ها مراجعه میکنن از نگاه اقتصادی به تعمیر پروژه ها و کشور چین، اینجا هم امریکا ناراض است و هم کشور چین ناراض است، روسیه هم ناراض است. و این اساس این فقط یک کادرهای تخصصی و مسلکی کار دارد داخل افغانستان که اینا بتانن همین تعادل اقتصادی روابط اقتصادی را خصوصا در بین این اول قدرت ها در این نقطه که ما قرار داریم تعادل حفظ بکنن. در غیر از او ما همیشه متاسفانه پامال اهداف اقتصادی جهان خواهد بوده و این روابط روزگار ما بد خواهد بود و فاجعه انسانی در افغانستان ادامه پیدا که اغلی شمال صاحب که چرته دی بیشتر بشری ناورین چې اوس افغانان دی واقعیت په توګه سره مخ دی د حل لارو پر تړاو باندې وغږیږو، شته واکمن حکومت کوم ډول میکانیزم په کار ده چې دوی د بشري ناورین د مخنیوي په برخه کې حداقل مؤثره او پایله لرونکي اقدامات وکړي؟ که شمال صاحب اشاره ولرو تیر کې یوازې په پلازمینه کابل کې داسې یو چاره وشول چې هلته سوال کوونکي راټول شول او وپېژندل شول، بایومټریک شول، خو فکر کوي هغه هم یو اساسي چاره وه او که نه بالاخره یو ډېر جامع میکانیزم ته اړتیا ده په دې برخه کې؟ بله، به خاطر مبارزه با فاجعه انسانی که امروز در افغانستان داره راهکارهای معین و مشخص وجود داره. به خاطر حل از بحران از یک ماه عملکرد یا اقدارهای بسیار نمایشی را داریم و یکی هم عمقی و استراتژیک می بتانیم حل بکنیم. خب ای که امروز تعداد گدایگران، تعداد واقعا سوالگران در داخل شهر کابل رسن، اما از جانب دیگر وقتی که حکومت به این تصمیم میگیره که تعداد ما جمع بکنیم مثلا یک مقدار پول و اینا تشخیص دارن که ما بکنن، در اینجا ای محتاجین اقتصادی شما هم تعداد مردم واقعا آیا سنت دارن یک تعداد مردم است که متاسفانه اینا رد کردن بر این گدایگری و این استرال بودن و همیشه حالا حق دارن که اینا پول داشته باشن روزانه جمع کنن، هنوز هم همو اکتفا میکنن به خاطر از اینکه باید بدون کار بدون زحمت یک مقدار پول به دست بکنن و در بعضی حالات وقتی کنن مواظب میکنن کار از نو یا درآمد از نو بیشتر از یک مامور دولت بنان بر حکومت لازم است که تدابیر و تشخیص بکنند که اینمی کدام کتگوری اشخاص و افراد داخل افغانستان واقعا محتاج به خدمات هستند یک طرف دیگه که
دي مثلا حرفی است اینا را تشکیل یک کار انسان دشوار است و این کار وقتی انجام صورت میگیره که ما کار به اهل کار است وقتی شما جنبه اقتصادی میگیرین راپورت یا کنترل و داشتن حساب انضباط دیسپلین برای انسان به خاطر مشکلات این از خود اقتجار بسیار عمیق اقتصادی را کار داره که فقط در وجود اقتصاددان ها هست قسمه که بیشتر گفتیم مثلا ارقامی که از جانب حکومت اسلامی افغانستان در حکومت و خود عواملی که واجه انسانی اقتصادی در افغانستان دامنگیر مردم بوده با باعث بودن یک سیستم فقر و تنگیسی میان مردم مردمی که با خاطر پسکدن و پروژه های دامن مرکز کار خواهد استاد فرماندار دولتی که سبب دوش شد کسانی که کارنشین مخصوص در طبقه اونا خانم ها و دختران کسانی در مؤسسات در ادارات کار میکنند اکثر اینا نانوارده خانواده خود بودن متاسفانه با نداشتن مقدار معین که بفرنمویدی که ماش داشتن را دستادن یکی خانواده حتی نسبت در دستدادایی و در استرازی و سام دادایی در شهر کامو و سایر کشورا شهرهای افغانستان زدن اما در اینجا میبینی که در جمعه مردمی که به حساب روزانه هزارا یا ده ها هزار نفر سوشتر در پیشنانوایی ها و ترک ها و سرکه ما اینا دو نوع مردم هستن یکی داده هستن که واقعا محتاج هستن که همیشه خار و ضعف و ازار بودن ماش درست نداشتن امکانات پولیتی نداشتن اقتصادی نداشتن همیشه مجبورن زندگی خود از رای اری دیگه به دست می آوردن و روز خدا پیش می بودن اما یک داد مردم هست که متاسفانه اینا کاهل تنبل هستن اینا نمی خواهن کار بکنن نمی خواهن که از رای اما حق مدال یا روزی هم برم بده وقت بدست برم فقط عادت کردن که برم در کچه ها بشین رو گدایی کنن و مردم خدای سریع اینا تغذیه بکنن البته این راکارا در اینجا وجود داشته باشه که خود حکومت اسلامی افغانستان تحقیق بین این دو گروه داشته باشه که واقعا محتاج به لیکن جمع کردن از اینا تنها با انجام بردن یا یک مقدار معاش یا عدد معاش را که اینا مثلا برشان تنظیم کردن که باید برس بیارن با خدا کنه که این محصر باشه و دیگه این فامیلا مراجعه نکنن با کچه رو که اونا به دست کنن اما اون تعداد مردم که واقعا به قدر ایلی سزن عادت کردن اینا اگر شما مای ده هزار افغانی نمکنین برشان اینا بدبختانه که عادت کردن اینا باید تحت یک مشخصات معین تحت و ثبت و راجستر رسمی واقعی سر فرمان وجود داشته باشه وضع اقتصادی خانواده‌هایشون دیده شد و بعد از او به اینا ارائه کمک شد مثلا بخش اقتصادی ریاست الوزرا وقتی که پلان مطرح میکنن اگر دوستانه بگویم آیا خود معاون اقتصادی بخش ریاست الوزرای امروزی حالا متخصص اقتصاد هستن اینا در بخش اقتصاد چه خواهی کنن کدام گروه یا کمیسیون به خاطر رفع این معذار داشته باشن چقدر کارمندان تخصصی در بین وجود دارد این چیزایی است که متاسفانه ما با این قویداد اگر برخورد بکنیم و اگر کل کار در دست خود بگیریم داره که در بخش‌های مختلف است مثلا حکومتداری واقعا کار ساده نیست حکومتداری وقتی موفق می باشه که در کادرهای تخصصی در بین خود داشته باشه کادرهای مشخص داشته باشه که بتانه این بخش‌های مختلف به نظر و تجارب و اندوختای سالهان زیاد دارد صرف نظر از تعصبات سیاسی، زبانی، قومی، نسبت و جنسیتی یا بگذارد کسانی که تجربه کردن کسانی که دست دادن کسانی تحصیل کردن کسانی که یک میلیون ها دلار بهشان منصب شده امروز متاسفانه بیکار هستن در کنج خانه شده و حتی دیدین شما که حتی استادای ما پروفسورای ما اعتماد کارمندان دولت حتی از رسانه ها همکاران شما را مدیر رپورتاژ میگه که داد سپگدایی میزنن چرا این یک جفا این خودش یک واجعه است بگذارید که کار به اهل کار سپرده شد آقای شما اقتصادی حکومت موفق میشه که حداقل خدمات اقتصادی برای مردم خود ارائه بکنه ببینید ما گزارش که دیشب از طریق رسانه ها شنیدیم در ظرف 3 روز اخیر 80 میلیون دلار نقد به داخل افغانستان آمده به خاطر کمک به مردم اینا 80 میلیون دلاری که حال است و هفتوار دیگه هم که 42 میلیون دلار این یک مدیریت سالم کار تا این در بخش هایی شما مصرف بکنه که اقتصاد خانواده ها تقویه شده و اینا به خود کفاشون به پای خود استاد شود تا وقتی که ما خانواده ها رو به پای خود استاد نکنیم تا وقتی که اینا یک معاش مدد معاش معین نداشته باشند
از این تجنسی و گدایگری دور نشن، ما چگونه میتونه که بگویم ادعا کنه که جامعه جهانی برای ما کمک کنه؟ درست از جامعه جهانی برای شما کمک خواهد کرد، اما منبع باشه یا مرجع باشه که جوابگو باشه در مقابل کمک ها. کمک ها کجا رفت؟ ببینید در زمان جمهوریت گفتن که ما یک پول روان کردیم و حدود فقر ما در حدود 22 میلیون بود، اما امروز ایالات متحده امریکا ادعا میکنه در ظرف 20 ماه بیشتر از 8.5 میلیارد دلار به خاطر کمک برای مردم افغانستان به حکومت افغانستان تقسیم داده شد. الان جوابگوی 1 میلیارد دلار در 20 ماه رسیده کی است؟ کجا شد؟ در حالی که فقر ما از 20 میلیون میرسه 28.3 میلیون. آخه شما اینجا معلومه که وجود داره خلای مدیریت هست. آقای شمال، اگر در طول تاریخ یک تحلیل را داشته باشیم، در جریان تاریخ حکومت هایی که اینجا قدرت داشتند، به نظر شما تا چه حد از موقعیت استراتژیک افغانستان در بخش اقتصاد استفاده کرده است؟ چون دیده می شود افغانستان در یک موقعیت استراتژیکی خیلی اهم اقتصادی قرار دارند. ببینید قسمت که قبلا بر شما گفتم، ما از نگاه موقعیت جغرافیایی استراتژیک خود در بدترین موقعیت دنیا قرار دارند. با وجود یک کشور امروز خود اینا ارزیابی میکنن که افغانستان دارای تریلیون ها دلار سرمایه دست ناخورده است. بنان ای اعلان از اینا، ای تحقق، ای تجسس، ما افغان ها متاسفانه در بین خود نداشتیم. برای کادرا و تخصیص ما اجازه داده نشد و ای تخصیصی کادر به صورت گرفته جنوب امی کشورها بوده. به اون خاطر کشورهای دنیا کوشش میکنن و مواد خام و مواد ضرورت لازم دارند از طبیعت اینا به این کشورها اصلا اگر تهاجم بشه، اگر مراجعه میشه، اگر اونا کمک میشه، اگر اونا مفهومی میشه یا مستقی میشه، بخواهند داخل شدن صرف به خاطر تأمین مناسبات و منافع اقتصادی و سیاسی. مردم افغانستان تجربه دارن، از گفتم از تهاجم انگلیسا تا روسا تا امریکایا و سایر کشورهای ناتو، یا فقط آمدن و بردن و خوردن و چیز التزامات داشتن و کشیدن وقتی که بعد سلامت دوباره افغانستان رها دارن. اما همین فعلا هم سیف ابر قدرت دنیا روسیه، چین و امریکا سخت تلاش دارد که از بای ای افغانستان به کشورهای آسیایی می افغانستان فجاش می سده ای منابع سرشار نفت و گازی که خود کشورهای آسیایی میانه هم به نام بارست به خاطر رسیدن به اهداف خود ای کشورها باز مسئله افغانستان رو برو بدنن. اما اینجا به خاطر که ما بتونیم یک زرد کنم مالی از این کار شده و از یک طرف دیگه منفعت به نفع مردم خود از نگاه اقتصادی بباره، این یک نیت سالم کار داره که از جانب مسئولین حکومت باید در نظر گرفته بشه. ما چگونه تعامل بتانیم بین امی عادت های اقتصادی دنیا هم تنظیم بکنه و از این به نفع خود ما کار بگیر. مثلا امین نفت و گازی که روسیه امروز داره و اروپا قطع شد، اینه میخواین از طریق افغانستان انتقال بدم در کشورهای هند و پاکستان. اینا ببینید اگر واقعا این پروژه تکمیل شد وقتی نام چکلوتا وعده کردن که کار را میکنن، ما نه تنها یک به نفع خود استفاده میکنیم، یک بد مردم برش کنید کار میشن از اینا میتونن ابرار ماش کنن، بلکه از مسئله که اکل عبور از این ما میلیون ها دلار به حساب افغانستان میه اینا اینمی تعادل باید ما نگاه بکنیم. هم افغانستان باید سیگرد ترانزیت جهانی تبدیل شود و یه دنیا مثلا اصل امی قسمت های کشور آسیای میانه و آسیای جنوبی و نیست دیگر با اروپا و آفار فقط از آی افغانستان هست دیگر هیچ جای وجود ندارد. و در اینجا افغانستان با داشتن چنین موقعیت بسیار مهم فقط یک پلان استراتژیک بسیار قوی توسط متخصصین دارد. آخه شما صاحب خیلی ممنون. یک سوال دیگه من حیث سوال آخرین برنامه اگر اشاره داشته باشیم، به نظر شما به رسمیت نشناخته شدن حکومت کنونی از سوی جامعه جهانی تا چه حد باعث تاخیر پروژه های کلان مثل تاپی و پروژه هایی که کشورهای زیاد را در بر می گیرند سبب تاخیر آنها شده؟ بله ببین، یک از پرابلم های بسیار حاده که امروز حکومت داران افغانستان به هستند عدم به رسمیت شناختن یک کشور یا حکومت از جانب جامعه جهانی است. ببینید حتی کشورهایی که تا دیروز مدافع بسیار قوی خود طالبان علیه حکومت جمهوریت از آن قبل بودن، حتی اینا حاضر به شناختن به رسمیت شناختن این حکومت نشدن با اوش در از یکی اونجا بیشتر به شما اشاره کرده که مسائل سیاسی بسیار مطرح است، مسئله تروریسم مطرح است، مسئله قاچاق مطرح است، مسئله شخصیت ها و کسانی که در حکومت وجود دارن مطرح است، لست سایی که پیش سازمان بلد و سازمان های بیملی وجود داره. این یک ها مانی از این میشه که حکومت ها نتانن جرات بکنن حکومت
طالبان به نسبت به سوایی یک ضربه بسیار مهلکه برای مردم افغانستان که رنجش مردم افغانستان میبینید. هر خواستایی که از جانب امارات اسلامی مطرح میشه و با اینا با استفاده از هر تریبیون با ملاقات که با جانب مختلف بین المللی و کشورها و سفرا و نمایندههای ملل متحد و غیره نشسته باشه خواهش شانه نیست که ما باید دولت افغانستان به نسبت بشناسیم، اما رسمیت شناختن کشورها از خود قواعد و مقررات به حساب نورمای بین المللی موازی و مقررات بین المللی داره، او را باید دولت ها مراعات بکنه. ببینید در دنیا این کشور ما نداریم، حتی کوچکترین و قماندترین کشور در دنیا وجود نداره که دخترها و خانمها را از کار از تحصیل منع کرد. ببینید این یک فاکت بسیار منفی است که متمرکز بازی میکنه، حق کارشان را گرفتن، حق تحصیل، حق سفر، چیزهایی است که امروز دنیا متوجه هست میبینه که در کشور به نام افغانستان چی میگذرد. ما خود نمیتونیم بگیم هر مسئله که پیشنهاد میشه اکثر خواستهایی که از طریق جامعه جهانی مطرح میشه دقیقا این خاص است که زمین مردم افغانستان مالا جامعه جهانی به هر طریق بخواهیم که حضور داره اینا میبینند از طریق مطبوعات میبینند مسئله مسئله مجموعات داره به دنیای پخش میشه که مردم میبینند که مردم افغانستان چی میخواد و تکمیل از طریق سازمان های دیگر یا بین المللی یا خارجی مطرح میشه حکومتداران ما ادعا میکنند که این مداخله در امور داخلی افغانستان به کس حق نمیدهد. دقیقا چنین نیست. ما میثاق های بینی داریم، نورم های بینی داریم، یکی از حکومت چگونه باید به رسمیت شناخته شود؟ اینجا بسیار مواد مشخص یک دو سه چهار پنج بتن ده بیست وجود دارد. بین یک لست پیشوی خود بندازیم ببینه که ما از این معیارها کدامش را تعیین کرده. ما طرفدار از این نیستیم که خدای نخواسته هیچ کشور دنیا در امور داخلی ما دیگه مداخله بکنه. ما نتایج مداخلات و تنظیم حکومت ها و حکومت های فرمایشی را یا فرمایشی دیدیم و تجربه تلخ بسیار زیاد از 50 سال تاریخ افغانستان خود داریم. بنابراین ما باید راهکار را پیش بگیریم که در تضاد و تقابل با جامعه جهانی قرار نگیریم. با حفظ استقلالیت، حفظ به خاطر حفظ تمامیت تجزیه افغانستان و حفظ افغانستان به یک کشور واحد و غیر قابل تجزیه و زندگی کردن مردم در یک بچه واحد معهدت ملی، اتفاق ملی، همدیگر پذیری، گفتمان ملی میتونه که ما راهی را پیدا بکنیم که خواسته های جامعه جهانی را که در تضاد با منافع ملی افغانستان و دیدگاه های عقیدتی و اسلامی ما وجود داشته باشد در بپذیر تا وقتی که اینمی راهکار وجود نبه که ما سیاست تقابل در مقابل جهان کمتر نکنیم و باز مسائل نپذیریم فکر نکنیم که جهان حاضر باشه به این شکل باز هم حکومت ملی افغانستان را برسبت داشته این مشکل است که سال خواهد است. آقا شما خیلی ممنون، سلامت باشین، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین و در برنامه با ما حضور یافتین. زنده باشین، به شما موفقیت. تشکر، سلامت باشین. لیدون کولا تاسو ته هم نړۍ نړۍ مننه د بشری ناورین په تړاو باندې مو له نجیب الرحمن شمال سره بحث درلودل. تر بل دې خبرونه چې بیا زه ساسو بدرانه حضور کې حاضرېږم تاسو په لوي بخښنه خلاص پرم. اللهم عمل ښه چاري.